یعنی این قسمت. اما برای فعلا وسط دیوال وجود تغییر کرده است، به او طرف انتقال پیدا کرده است. یک ضربه اقتصادی با کسی که ساختمان ساخته است. دقیقاً وقتی که ما نتونیم فرضاً این ساختمانی که فعلا ما شما در اینجا قرار داریم اگر این قانون را تطبیق نکنیم، وقتانه یک نقشه استاندارد استراتژیکی با عرض 40 متر از وزارت شهرسازی ما داده ساز داریم. اونا متاسفانه این موضوع است و پوینت دومش بدبختانه بگیم تقریبا 2 مترش در سرک شاید علاوه شد. فرض کنیم که 25 دکان اونجا موجود است. وقتی که 25 دکان موجود است، ما مجبور هستیم 25 دکان را قناعت چپ. بخشاینده و مهربان، درود به پایان نثار همه شما بیننده های عزیز هرجمند. خدا کنه که هر کجای که هستید جور و آرام و از گزند روزگار در امان باشید. باز هم مقدرت الله محمدی در خدمت شما با یک برنامه دیگری. امروهان عزیز، امروز ما آمدیم بخیه به طرف بازار ولسوالی بهارک، بازاری که همیشه پر جمع و جوش است و همیشه دوستهایی که این طرف آمدن میگن که حتی در داخل بازار جا نیست که ما این طرف رفت آمد کنیم. دیگه امروز خوشبختانه پلان گرفته شده است که بازار ولسوالی بهارک به صورت استاندارد جور شوه و همچنان کارش دو طرفه ادامه داره و ما خواستیم امروز از این کار این بازار یک دیدار داشته باشیم. امروهان عزیز، همتا من قدم زده میرم، فرجان خودت هم بیا، میرم پیش انجینر، کسی که مسئول امی ساخت و ساز ولسوالی بهارک است. همتا قدم زده ما میرم پیش انجینر. امروهان عزیز، شما ما را همراهی کنید. بیننده های عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینید برای فعلا کارجا جریان داره و اولا که مثلا این قسمت که بود دیوال اولی سرک بود، یعنی این قسمت، اما برای فعلا وسط دیوال وجود تغییر کرده است، به او طرف انتقال پیدا کرده است و برای فعلا ما جزئیات از انجینر سپرسان میکنیم چگونه پروژه است، اندازه سرک به چه اندازه سرک مثلا طول و عرضش. انشالله ما معلومات مفصله به شما ارائه میکنیم، ببینیم که انجینر سبب پیدا کنیم که در کدام قسمت هستن و در کجا مصروف هستن. فکر کنم که در اوجا در کار مصروف هستن. ما را همراهی که میریم پیش انجینر سبب. سلام علیکم. جناب سلام، خوب هستید؟ سلام. جانتون جور خوب هست ان شاء الله. بخیر هستید؟ بخیر هستید. خسته نباشید. وضعیتتون خوب است؟ زنده و سلامت باشید. تشکر سید. از همون دورم که دیدیم برای فعلا مصروف کار سید واقعا که در خدمت مردم سید ما واقعا بالاش افتخار میکنیم. زنده و سلامت باشه شما ان شاء الله. خوب برکت. سلام باشه. چطور کار و بارتون؟ دیگه کار شما را بسیار یک مسئولیت بزرگ داره، پیشتر بیاید. کاری اساسی را شما انجام میدید. سنده و سلامت باشید. خوب است، فضل خدا کارها را نسبتا نرمال روان است. خدا را شکر. فضل استانی الله خوب است میگذره. پیشتر با دوستا گفتم که دیگه ما هم انجینیر سبب پیدا کنیم، چون اکثرا هم انجینیرها که هستند در کار مصروف هستند. اگر یک دقیقه در این ساعه باشد، دقیقه دیگه در ساعه دیگه هستند. سنده و سلامت باشید. راستی در ابتدا یک معرفتون را نگرفتیم، اول یک خدا معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم.
درود بر شما و تمام شنوندگان محترم. اسم من انجینر عبدالوکیل درویش است از امین ولسوالی بارک بدخشان. خوشحال شدیم انجینر صاحب. دیگه داخل بازار نریم، ما قدم زده نشسته بسیار گربارم باشه، چون همین دو سال خسته نشه قرار داریم فرج بخیم با ما قسمت میریم انجینر صاحب، ما تو قصه کردن بریم دیگه. پس دوباره صاحب میم ان شاء الله میریم طرفای داخل شهر. انجینر صاحب میشه که برای فعلا با دوستا گفتم که بازار ولسوالی بهارک ان شاء الله به صورت استاندارد جور میشه و شما میشه که همین نقشه قبلی که گذشته از ولسوالی بهارک شما یک کوتاه معرفی کنید. آرام است، بخیر است جان، درست بخیر است جناب بزرگوار. نقشه قبلی ولسوالی بهارک یعنی است واضح و مشخص است، فعلا ما شما قدم زده روی هستیم. سرکش در حدود 15 متر عرضش است در کل، اما سابقش بله تقریبا حدود بیشتر از 800 یا کم یا بیش دکان در اینجا موجود بود، به شکل خامه و سابقه جور شده بود. فعلا دیگه عمرش هم از دست رفته و فرسوده شده، استهلاک شده در کل بله. این اما عمری که داشت عمرش گذشت بعد دوباره بله. جوان شده بله باید جوان شده. عمری یک ساختمان هم حدودی ساختمان های خامه 20 سال الا 30 سال است. واقعیت هم میگه بسید بیشتر از 30 سال بازاری موجوده بارک عمرش گذشته، تقریبا استهلاک شده. قدامت تاریخش 30 سال. 30 سال بیشتر یا کمتر بله 30 سال شده. انجینر صاحب مشکلاتی که ما شما در این بازار دیدیم دیگه بله. مثلا همه نقشه که سابقه داشت، چرا مشکلاتی داشت مردم در این بازار؟ خب نقشه که حدود 20 سال قبل ساخته شده بود با مو شرایط مطابقت میکرد، البته به خاطر اینکه نفوس کم بود، محترم کم بود، ارادجات کم بود بله، ازدحام نبود به اون شکل، در مو شرایط نسبتا مساعد و برابر بود. ولی متاسفانه در این اواخر تعداد تراکم نفوس هم زیاد شده و ارادجات هم بیشتر، در هر خانه به خاطر معلوم است که بیشتر از یک دو موتر است. در وقتی بازار سابقه ساخته شده و در کل ولسوالی بارک 5 تا موتر شاید موجود نمیشد، حال خوشبختانه در هر خانه 3 موتر 4 موتر موجود است، ایستاد است و بازاری سابقه برای فعلا جوابگو نیست به هیچ وجه. در پنجره سه بالی عمیق قبلا که ما دیده بودیم اجاره به نام بازار بی موتریات میکردن. بله یکی از مشکلات اساسی بود که ما اکثرا که می آمدیم دیگه متاسفانه کدام موتر داخل شهر بازار نمیدید به کوچه ها رفت آمد میکرد، یکی از مشکلات اساسی شمیه بود فکر همین قسم بود بله واقعا. انجینر صاحب میشوه که برای فعلا پروژه‌ای که جدید آمدگی است ایره به ما معرفی کنه، چگونه پروژه است؟ خوشبختانه پروژه‌ای که فعلا ما و شما شاهد حال تطبیق و جریان کارش هستیم، خوشبختانه یک نقشه استاندارد استراتژیکی با عرض 40 متر از وزارت شهرسازی ما در دست داریم. او طرف تطبیق شده است؟ او طرف راست که می‌بینیم؟ نه خیر، طرف تطبیق نشده. تا هنوز دکان جور نخ و جدید جور شده است؟ جدید هم جور شده، متاسفانه بدون کدام نقشه و ماستر پلان شهری ساخته شده. میرم نزدیک دکان. همراهان عزیز، برای فعلا دکانایی که جدید جور شده قسمی که انجینر صاحب میگه مطابق پلان شهری جور شده اگه نیستک دیگه فکر کنم که دوباره اینا دیگه برداشته میشوند. ممکن. اینا نظر خودتان دیگه. همراهان عزیز، دکانایی که برای فعلا از ساخت اینا چقدر مدت میشه انجینر صاحب؟ از ساخت همین طولش چقدر است دکانا؟ در طول حدود 60 متر است همین ساحه موجوده که ما شما قرار داریم تقریبا 5 سال الی 6 سال از ساخت شاید شده باشه. برای فعلا خو این دکانا خود جدید است؟ جدید است بله. جدید. برای فعلا خودتان هم میگه که مطابق پلان شهری نیست نقشه‌اش. چقدر اینا دیگه تخطی کرده هستند؟ متاسفانه اینجا دو چالش هست در دکانایی که ساخته شده. یک چالش کلان شمی است که ارتفاعش از سطح سرک بسیار بلند است. تقریبا نظر به سرک موجوده و سرک آینده که ساخته می شود حدود 1.50 متر الی 1.80 متر سانت از سطح سرک بلند است. این خاکایی که اینجا موجود است برداشته می شود، وقتی برداشته می شود دکان به ارتفاع بلند قرار می گیرد. یک پوینت منفی دکان ها متاسفانه این موضوع است و پوینت دومش بدبختانه بگیم تقریبا 2 مترش در سرک شاید که علاوه شوی اضافه شوی آنش از اینکه نامید دکانه که به این قدر که مثلا مصرف کردن حتی یک طرف شهرداری دوره نکردن که یک بار نقشه را ببینن که به کدام اندازه جور شود. متاسفانه شاید اگر مهنگی وجود نداشته باشه که شب اداره شهرولی در این عرصه هم باید یک توجه خاصی خدا می داشت با مالکین دکانه با مالکین جایدادها
یک امانگی کلمی داشتن، چون نقشه در اساس نداشتن، به این شکل پخته و اساس حداقل اجازه کار دادن نمیشد. به اون شکل عادیش اگر کار میشد خیر مشکلی نداشت، ولی یک ازینه انگفتی در اینجا به مصرف رسیده و فعلا متاسفانه در نقشه سو گذشت را وجود نداره. اصلا یکم واسطه و یکم گپا بود دیگه، مثلا یکم کسا را واسطه میکردن که یکم خط گذری بود. به نظر شما برای فعلا در زمان امارت اسلامی یکم واسطه گپا کار میته یا نه، یا کمی قانون بالای همه گه تطبیق میشه؟ من یک چیز را صادقانه حضورتان بیان بکنم، از دیدگاه شخصی خودم یک رحمت الهی فعلا دبارک بارایده رو ایسو از طرف پروردگار، یک الهام است، یک لطف پروردگار است فعلا که نصیب مردم مبارک شده است. خوشبختانه شکرگزار باشیم، ان شاء الله باش شکرگزار باشیم. دمی تطبیق نقشه 40 متری که ما فعلا شاهد آلش هستیم، یعنی ارزش 40 متر، ارزش 40 متر است. از همین ارز سرک، از وسط سرک سابقه 20 متر اون طرف 20 متری طرف در نظر گرفته میشه و هر ساختمانی که در این مسیر 20 متره احیانا مطابقت نکنه و برداشته میشه و هیچ واسطه ای خوشبختانه تا فعلا صورت نگرفته و اگر گرفته باشم حرفش گوش گرفته نشده. واقعا اینجوری است که به این اندازه 40 متر که باشه ما شما خیلی باید پایتخت بدخشان نامگذاری کنیم، چون که ما شما به این اندازه که 40 متر که میگیم بسیار یک شهر وسیع میآید. ما دیدگاهمان در شهر بارکی است که وقتی که نامگذاری میکنیم باید دبی کوچک نامگذاری بکنیم، به همین قسم یک دید دبی کوچک به همین سیستم روان هستیم. اگر الله یاری بکنه و دوستا و بزرگا همکار باشن و تا اخیر این برنامه تطبیق شود به شکل مناسبش که فعلا نرمال روان است، باید که دبی کوچک باشه. همراهان عزیز، ما به خیر میریم به طرف دکانی که نو جور شدگی است، ببینید که به کدام اندازه چگونه است. شما فقط بیننده چند تصویر از داخل شهر از جریان کار باشید، ما میریم طرف دکانی جدید. بیننده های عزیز، باز هم خوش آمدید. خدا کنه که شما از دیدن تصاویر لذت برده باشید، چون واقعا که تصاویر لذت داره، به خاطری که ولسوالی بهارک به خودش یک چهره نوین گرفته است. جای افتخار است که باید همه ملت به کارکرد امارت اسلامی به زحمات انجینر سی باید افتخار کنیم. همراهان عزیز، قسم که شما در تصویر میبینید، ما آمدیم به طرف دکانهایی که به صورت جدید جور شده است، چون قبلا دکانایی که بود به صورت خامه استاندارد نبود، اگر که باران میرش چکک میکرد. چطور انجینر سیب؟ بله واقعا همین قسمه از ساحت من حتی دستکاش فرسوده شده، متاسفانه یکان زلزله بسیار خطری بزرگی بود که شد چتش میفتید. اینا بخیر، شما در تصویر میبینید همراهان عزیز، واقعا که دکانایی که به صورت استاندارد ماشاءالله، وقتی که آدم که میبینه اما تا آنان به انسان یک خوشی رخ میده انجینر سیب، حتما در شکی چون به خاطر آبادی کشور است. انجینر سیب، دکانایی که برای فعلا جور شدگی است، قسمی که بیننده های عزیز رم که میبینن، مثلا قبلا که یک شخص در داخل بازار دو دانه دکان داشت و دکانش از جو برداشته میشود، دوباره دمی ساعت دو دکان بخش دادن میشود. جناب بزرگوار، تفاهم مردم قسمی است که موضوع 50% است. 50% مثلا یک شخصی که در اینجا دو دکان داره، وقتی که 50% در نظر بگیم مستحق یک دکان میشوه، و شخصی که در پشت سر دکان جایداد داره، 4 متر جایداد داره، 2 متر مستحق خودش میشه و 2 متر دیگر به متضرری پیشروی داده میشوه. یعنی به این معنا که تفاهم مردمی و تفاهم دکاندارا به اساس هم 50% است. اگر بدون تفاهم مردمی چه امکان نداره خلاصه. نه خیر، باید تفاهم مردم باشه، مردم قناعت داده شود. بله بله، این برنامه ای که فعلا در ولسوالی بارک روان است، خصوصا در شهر موجوده، تفاهم مردمی 80% تفاهم مردمی است. خوشبختانه اینجاست برای فعلا گفته کسی که در داخل شهر دو دانه دکان داره، 50% کد میشه، بخش یک دکان داده میشه. بله. و کسی که 4 متر جایداد داشته باشد، 2 مترش از خودش، 2 متر دیگه شمت برای متضرری پیشروی دکاندار داده میشه. بله. اما یک کسی که یک دکان داره چه مشکل؟ کسی که یک دکان داشته باشه، خوشبختانه او هم مستحق نیم دکان است. نیم دکان. بله، دو فردی که یک دکان داشته باشن باز مشترکن، اینا میتونن که یک دکانه
که نیم دکان از یکش نیم دکان از دیگش میشه که ازش بود تفاهم کنن میشه تفاهم بکنن بله آمیش کنیم انجنیر سیب دکانایی که برای فلان ما میبینیم اینجا که جور شدگی است طول و عرض هم اگه یکسان است که تفاوت داره با شما تقریبا دکانایی که فعلا موجود اونو قسمت ها خالص فکر کنم داخل دکان هاشین داخل سبت کنیم امراهان عزیز میریم اونو قسمت داخل دکان ها میشیم فارجا نمیجا نفته که یک کم ذره سیخ هم است میریم بخیر داخل دکان ها ببینیم که دکان ها به چه صورت جور شدگی است هایا یک دکانداری که ضرورت داره به ما اندازه ضرورتش رفع میشه یا خیر اینجوری هست که به این صورت میریم تون به اینجا برنده های عزیز هیرم است دکان هایی که به صورت جدید ما شدید اینجوری هست میشه که دکان ها به شما ما یک معرفی کنید کنش به کدام اندازه است هر زش دکان هایی که فعلا اینجا ساخته شده است به عرض 3 متر و طول 5.7 متر است طول دکان ها ثابت است 5.7 در کل ثابت است و عرضش دکان هایی که دو طرف جور می شود بله بله عرضش متاسفانه حدود 10 الی 20 کم بیش می شود و دلیل از اینکه یک ساحه ای که ما فرضاً ساحه 5 متر اگر در نظر بگیریم پیش روی 50 متر ساحه را ما در نظر میگیریم که چند دکان است فرض کنیم که 25 دکان اونجا موجود است وقتی که 25 دکان موجود است ما مجبور هستیم 25 دکان قیمت چه به هر گزینه‌ای که میشه با تفاهم 50% ما در نظر بگیریم با او خاطر 50% جایداد هم مربوط جایداددار میشه وقتی ما تقسیمات میکنیم متاسفانه 10 سان یا 15 سان کم یا بیش شاید شوه و از بیشتر نه متاسفانه نمیتونیم یک دکان استاندارد با یک معیار انجینری در اینجا بسازیم و دلیل از این که ما مشکلی تفاهم مردمی داریم اگر یک ساحه باز باشه و هیچ ممانعتی وجود نداشته باشه یک دکان حداقل باید 3.5 در 6 ساخته شود اونجا مگم مشکلات بسیار کم اندک هست دیگه گرچه این مشکلات ها مشکلات های جزیست اگر 10 سانت یا 15 سانت نظر به تفاهم مردمی دکان اگر عرضش یا طولش کم میشه کدام مشکل بسیار حاد انجینری نیست هیچ مشکلی نیست دکان اصلا یک آدرس است هر دکاندار بختون معلوم است که یک گودام یا طویلخانه داره هیچ مشکلی نیست واسش اکثرا وقتی که می بازار که دست اول هم به صورت بسیار خرد بود بختون معلوم است که تو موتر را رفت آمد کردن نمیتونست از دست که ازدحام بود برای فرند بازار که به صورت استاندارد جور شده است پیشنهاد مردم بود یا خود حکومت خب زیاتر پیشنهاد مردم هم در یار سبد مردم تقاضا زیاد داشت مردم تلاش داشتن که حدود 3 متر تقاضای مردم الی 3 متر عرض سرک بود خواست مردم دمیان تروال بود یعنی خواست که... مردم اول بله اولویت داشت وقتی که همین بزرگا به شمول یک چند تا از نماینده های مردم ها مردمی به خود وزارت شهرسازی مراجعه کردن اونجا نقشه استراتژیکی از ولسوالی بارک بود خوشبختانه به عرض 40 متر بود 40 متر که اون نقشه استراتژیک را انجینر سروی شهرسازی آمدن در این ساحه مشخص ساختن رنگ زدن و خودشون باز از اینجا رفتن نقشه تفصیلی شهر که تقسیمات دکان هاست، چوک هاست، پیاده رو هاست، گلدان هاست بازی را من مسئول شده بایدش دارم انجینر سیب برای فیلن که ما شما این ساحه را میبینیم که ساحه که فیلن تطبیق میشه و همین نقشه نقشه نهای همینجا هست و برای فیلن که میبینیم که همین نقشه با وسط این تعمیر میروه دقیقا برای فیلن مسئله تعمیر چی میشه؟ این قسمت بیم امروحان عزیز ببینید که نظر انجینیر سیب در تعمیری که تقریبا دو دانه تعمیر است تا او قسمت های پایین است ببینید که نظر انجینیر سیب در این باره چیست مثال یک سوال خطرناک در اینجا از ما کردیم متاسفانه ما در اینجا در درایی قرار گرفتیم در درایی؟ در درایی و او درایی هم دلیلشی است که از یک بود یک ضربه اقتصادی با کسی که ساختمان را ساخته است البته شاید که ضربه اقتصادی برای 5 نفر یا 7 نفری که از این ساختمان منفعت میبرند برای باشه ولی یک موضوع دیگر باید ما شما فراموش نکنیم که اگر ما در تطبیق پروژه عامه وقتی که ضرر شخص متوجه شدیم در اون صورت ناکام هستیم باید منفعت عامه را در نظر بگیریم خیر اگر فرد یا یک تعداد فیصدی کمی متضرر میشوه او خیر است از دیدگاه تطبیق پروژه عامه باید که در کل منفعت عامه در نظر گرفته شوه وقتی موضوع را در نظر یک پروژه تطبیق شوه وقتی موضوع را در نظر بدبختانه این بلاک که ما شما فعلا در نزدیکیش قرار داریم
حدود 5 مترش باید برش شود. 5 متر خواه اینجا هسته میشه بریم اما اندازه را ببینیم که همراهان عزیز برای فلان که میبینیم اینه تمر به چقدر قیمت گزاف پلو پیسه که امار شده گیست اما متاسفانه که اینجا هسته گفت به خاطر سلنگاری اکثریت مردم هایی که دکان جور میکنن یکان ساختمان از نقشه شهرداری بخبر هستند یک مشورت نمیگیرن اما انگه وجود نداشته دقیقا همی اندازش بخشموش نشان بده که به کدام اندازه است اندازشان به طول 5 متر فیکس یک دکان برش میشود میرم دیگه کمی ساش این تمامی قسمت از همو آغاز تا به اینجا برش میشه متاسفانه ابراهان عزیز قسم شما در تصویر میبینید اینه تمیره که برای فلان جور شده گیست پایین منزل است دیگه قسمی که انجینر سیف گفت واقعا که بسیار پول گزافی دهی مصرف شده گیست با این اندازه که 5 متر است متاسفانه که برش می شود برش می شود اگر که یک قانون که تطبیق نشود واقعا که پیش مردم سوال برانگیز می شود که وقتی که قانون است باید بالای همه گیت تطبیق شود دقیقا وقتی که ما نتونیم فرضاً این ساختمانی که فلان ما شما در اینجا قرار داریم اگر ما قانون تطبیق نکنیم در غرفه ای که به یک هزینه 20,000 افغانی ساخته شده باشه ما نمیتونیم از مسیر عمومی او را به جای بکنیم دلیلش این است که قضاوت دگانه صورت گرفته است همو غرفه برای خودش بسیار ارزش داره یا یک دکان خامه ای که یک شخص داره برای خودش ارزش بالاتر از این بلاک هاییست که فرزند در اختیارش نیست مصرف چگونه میشود؟ اگر که او شخصی که مصرف کرده آیا امروش کمک میشود یا که؟ بدبختانه بدیل نداره مصرف بدیل نداره ابراهان عزیز قانون قانون است قانون نمو قانون است که بالای همگی تطبیق شود ای که در مقابل قانون شاو گدا که می آید باید تطبیق شود واقعا که جای افتخار است وقتونه در باره که می روند ادامه داره باید که بسته در تمام افغانستان ادامه داشته باشه باید داشته باشه مطرف داره همیستیم ابراهان عزیز هنوز برنامه ما ادامه داره شما بیننده چند تاثیر باشید ما پارت بعدی را از او قسمت ساحه که اسکاوتر کار میکنه ما شما میکنه.